نوروز رجبی هستم، باستانشناس. تجربه فعالیت‌های میدانی باستانشناسی در استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، کوکلویه و بویرامد یعنی جنوب ایران و خراسان رو دارم. علاقه پژوهشی من دوره تاریخی ایران یعنی با تاکید بر دوره ایلام است و امشب مشتاقم که در مورد خلاقیت در جهان باستان کمی با شما سخن بگم. %99 از زندگی ما انسان‌ها در دوره پایین سنگی گذشته، یعنی در دوره‌ای که ما انسان‌ها در غار زندگی می‌کردیم، ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سرعت تحولات و دگرگونی ها در دوره پایین سنگی، در دوره غارنشینی بسیار بسیار اندکه. ما انسان ها 99% نزدیکی ژنتیکی با شامپانزه ها داریم و یک روند دگرگشت رو طی کردیم تا به انسان هوشمند رسیدیم، انسان مدرن، انسانی که گنجایش مغزش اندازه امروز ماست، انسانی که میتونه ابزار بسازه. و برای من باستانشناس گونه های انسان پیش از انسان ابزارساز موضوع نیستند، بلکه انسانی بر من مهمه که میتونه ابزار بسازه، میتونه از خودش خلاقیت داشته باشه، از خودش هنر بتراشه. این گونه انسان حدود 140 تا 140 هزار سال پیش در آسیای غربی زندگی می کرده، ولی می دونیم منشه همه گونه های انسان آفریقاست. تقریبا اتیوپی امروزی حدود 4.5 میلیون سال پیش، 5 میلیون سال پیش در اتیوپی، در افریقا از اونجا حرکت کردن و به سمت های دیگری از جهان رفتن. بنابراین انسان ابزارساز هوموساپینس، انسان هوشمند، انسان مدرن، این در غرب آسیا نخستین بار تونست پدیدار بشه. عمده هنری این انسان ابزارساز که میتونست نیازهاش رو برطرف کنه ابزارهای سنگی هستند. هر چقدر که جلوتر میاد، یعنی از دوره پایین سنگی به سمت دوره نوسنگی میاد، ابزارها دقیق تر میشن، ابزارها کاربردی تر میشن. بنابراین شما در دوره پس از پایین سنگی وقتی نگاه میکنید میبینید که انواع تراشه ها رو، انواع تیغه ها رو، انواع رنده ها رو، انواع خراشنده ها رو و انواع ابزارهای دیگر رو دارید. نخست این خلاقیت انسان تقریبا با همین ابزارهای سنگی هست و به معنای واقعی هنر، کسی که داره این ابزارهای سنگی رو میسازه یک هنرمنده. اینکه چگونه بتونه از سنگ مادر انواع ابزارها رو اونگونه که نیازش هست بتراشه. در همین دوره غارنشینیه که انسان به ذهنش میرسه، نمیدونیم تصادفی، نمیدونیم خلاقانه، آتش رو کشف میکنه و هنر نخستین خودش رو که رقص پیرامون آتش برپا میکنه. شاید ایرانی ها بی سبب نیستش که به آتش علاقه مندن. شاید شواهد دوره نوسنگی در ایران به فراوانی در غرب ایران دیده میشه. یک منطقه به نام هلال حاصلخیز که دانشمند برجسته جیمز برستد اون رو با یک کمان با یک هلال نشون میده، از خلیج فارس شروع میشه به سمت غرب ایران، شمال عراق، جنوب ترکیه، سوریه تا به منطقه لوانت در اردن در سوریه دیده میشه. اینجا جاییه که انسان به اولین بار میتونه از غار خارج بشه. انسان دوره نوسنگی به شکل موقت از غار خارج میشه، ولی بعد از اون میتونه خونه سازی کنه. یکی از خلاقیت های انسان در دوره نوسنگی همین خونه سازی شه. ولی این انسان دوره نوسنگی که روی تپه‌های باستانی
روی شواهد اون رو در تپه‌های باستانی ما میتونیم پیدا بکنیم، نمیدونست که این خونه باید در داشته باشه، بلکه احتمالاً از رو پشت بوم میرفت و میومد. به تدریج متوجه میشه که آها میتونه برای این در بسازه، پنجره بسازه و سیر دقیقی رو جلو بیاد. نخست اون خونهایی هم که میسازه پلان گرد دارن، مثل خونهای امروزی ما پلان مستطیل یا مربع ندارن، پلان گرد دارن. شواهد اون رو در این تپه‌های باستانی مثل تپه آسیاب، مثل تپه گنجدره در غرب ایران یا در کریم شهیر در شمال عراق میتونیم ببینیم. انسان در همین زمان هستش، در این بازه زمانیه که دست به اهلی سازی میزنه، غلات رو اهلی میکنه، گندم، جو. اهلی کردن یعنی این که اینا رو میاد تربیت میکنه اونطوری که دلش میخواد، یعنی آبیاری میکنه. و شواهد اون رو فرانک هول در تپه علی کوش در غرب ایران در استان کنونی ایلام برای اولین بار پیدا میکنه. دیگر حبوبات، دیگر غلات و میوه ها پس از این اهلی میشند. حیوانات هم همینجوری هستند. سگ نخستین حیوانیه که اهلی میشه. و جالبه که گرگ که پسرای عموی اینه اصلا اهلی نمیشه، تا به امروز اهلی نشده. و شما امروز انواع گونه های سگ رو دارید میبینید. بز و گوسفند دو تا گونه دیگه حیوان هستند که باز در همین زمان برای نخستین بار اهلی میشند، یعنی دامداری، دامپروری. احتمالاً کسی که برای اولین بار گندم رو اهلی میکنه و جو رو اهلی میکنه، این رو تصادفی انجام نداده، بلکه به این با یک خلاقیتی به این رسیده. دوره مس و سنگ، دوره‌ای که شتاب تحولات بسیار شدیدتر میشه. در بازه زمانی 4500 تا 3000 دست کم در ایران بدونیم که افق‌های فرهنگی و اجتماعی در همه جای جهان یکسان نیستند. در بازه زمانی که ایران وارد دوره مس و سنگ، در وارد دوره کلکولیتیک میشه، افریقا، آمریکا یا اروپا وارد این دوره نمیشن. بخش عمده آسیا وارد این دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی نمیشن. در دوره مس و سنگ اتفاقات بسیار زیادی رخ میده و خلاقیت های انسان بیشتر میشه. یکی از اونها در ارتباط با سفاله. انسان در دوره نوسنگی سفال رو به عنوان یک ابزار شناسایی کرد، برای اینکه غذا بپزه، برای اینکه نیازمندی هاش رو در اون ببینه. اما احتمالاً یک انسان خیلی خلاق تونست برای اولین بار چرخ سفالگری رو بسازه. چرخ سفالگری این تولید سفال انبوه، و این به سبب نیازی بود که در جامعه پدید اومده بود. در دوره مس و سنگ یک افزایش جمعیت بسیار زیادی رو داریم. چرخ سفالگری که ابدا میشه، نقاشی کردن روی سفال و نگار انداختن بر روی سفال در این بازه زمانی هم به لحاظ تنوع، به لحاظ کیفیت نقوش خیلی پیشرفت میکنه. شما اگر یک خودکار رو یک مداد و دست یک بچه بدی، اولین کاری که میکنه خط صاف میکشه، نقطه میذاره، بعد از اون میتونه شکل بکشه، مثلث بکشه، دایره بکشه، و بعد از اون میتونه اشکال رو پیچیدگی بهشون بده. یعنی بیاد نقشمایه انسانی، نقشمایه جانوری، ولی به شکل هندسی ایجاد کنه. و این اتفاق در روی سفال رخ میده. یکی از تپه‌هایی که من کاوش کردم این تپه طول خسرو هست در شهر یاسوج. و این سفالی که شما دارید میبینید به همین بازه زمانی 4500 تعلق داره. یک نقش بسیار زیبا و منظم. احتمالاً انسان دوره مس و سنگ در این منطقه از محیط الگو گرفت، احتمالاً از این گلی که در زاگرس به فراوانی دیده میشه. و میبینیم این گل در
هنر دستی مردمان زاگرس نمود خیلی عینی داره. این برای من باستانشناس یک پدیده بسیار بسیار ارزشمندیه که میتونیم رگ و ریشه مواد فرهنگی رو به خوبی دنبال کنیم. در همین بازه زمانی انسان میتونه کوری سفالگری رو دسترسی بهش پیدا کنه. خیلی باید خلاق باشه انسانی که تونسته کوری سفالگری رو بسازه یا کوری فلزگری رو بسازه، به خاطر اینکه حرارت رو کنترل کنه، میتونه فلز رو استحصال کنه. تا پیش از این بشر هرچی فلز رو میشناخت به شکل رگه های طبیعی در طبیعت بودن. این نبوده که خودش به دست بیاره، بلکه از این زمان ریختگری میکنه، یعنی میتونه دما رو بالا ببره، از معدن از کان فلز رو جدا کنه و اولین فلزی که جدا میکنه مسه. در همین به همین خاطر که میگن دوره مس و سنگ، فلز و پیش از اون سنگ در ترکیه با هم دیگه هستن. و یکی از اتفاقات مهم زندگی بشر در این زمان رخ میده، گاو اهلی میشه. گاو در زندگی بشر خیلی ارزشمنده. شاید هیچ حیوانی به اندازه گاو در خدمت انسان نیستش. از پوستش لباس درست میکنه، از استخونش ابزار درست میکنه، لبنیاتش رو از گاو میگیره، حتی از تاپالای گاو هم نمیگذره. سوخت، بهترین سوخت تاپالای گاوه برای انسان دوریم و سنگی. و گاو مهمترین اتفاق رو در زندگی بشر انجام میده، میتونه کشاورزی رو پیش ببره، میتونه خیش کنه و فلز مس ابزار مناسبی برای خیش کردنش نیست. در نتیجه میره مس رو با یک فلز دیگه به نام قلع قاطی میکنه، فلز محکمتریه، میتونه ابزار محکمتری بسازه که زمین رو باهاش بکنه و کشاورزی رو نخ بگیره و محصول بهتری رو به دست بیاره. و این اتفاق در پس از 3000 پیش از میلاد در دوره‌ای که از نگاه باستان‌شناسی بهش میگن دوره مفرق، دوره برنز رخ میده. شتاب تحولات زندگی بشر در دوره مفرق بسیار زیاد میشه و یک اتفاق بسیار مهم رخ میده. حکومت به مثابه یک امر مهم در زندگی بشر در همین زمان رخ میده. شهرها برای نخستین بار در همین زمان شکل میگیرن و جامعه از صورت سادش به سطحی از پیچیدگی میرسه. در جوامع شهری، در جوامع حکومتی باید تخصص باشه، باید خط باشه. شهرها نیاز به بارو دارند. علوم پدید میان، نجوم، ریاضیات، پزشکی. احتمالاً تا این بازه زمانی، یعنی شکلی حکومت، بشر هرگز به خواب آرامی فرو نرفته بود و خواب در زندگی بشر نقش بسیار کلیدی داره. باز میشه که ذهن من باز بشه، خلاق بشه. شاید یکی از پدیده‌های مهم و یکی از عوامل مؤثر بر خلاقیت انسان خواب عمیق، خواب آرام. و خواب آرام از دل زندگی شهری و از دل زمانی پدید میاد که حکومت‌ها شکل می‌گیرن. و حکومت‌های اولیه به عنوان نمونه حکومت سومر که در میان رودان، حکومت‌های اولیه همشون در مناطق شکل گرفتن که رودخونه‌ها بودند. اما اینجا یک شکاف رخ میده. در ری سند، رودخونه سند هست، رودخونه کارون، دز در ایران هستند، دجله و فرات در عراق هستند، نیل هم هست، جیهون و سیهون هم هستند. حکومت‌های اولیه، شهرهای اولیه، نه حکومت‌های اولیه، شهرهای اولیه در اینجا شکل می‌گیرن. اما اینجا فقط مصر، میان رودان و ایران هستند که به سطح حکومت میرسن. در ری سند، فرارود وارد سطح حکومت نمیشن. شهرنشینی اتفاق میفته اما حکومت رخ نمیده. یکی از مهمترین اتفاقات در دوره حکومت‌ها در زمان شکل‌گیری شهرها این خطه. خط نخست تصویریه، یک شکلی رو انتزاعی میکشه، مثلا مثلث میذاره، منظورش مثلا گوسفنده، عدد کنارش میذاره، اون رو هم شکلی میذاره، ولی بعدا میتونه بیاد و خط رو هجایی کنه. پس از اون خط الفبایی میشه. یکی از نخستین خطوط الفبایی خط پارسی باستانه، از صدقه سر داریوش شاه بزرگ
کسی که از نظر من باستانشناس برجسته ترین مدیر تاریخ بشره، به سبب کارهای گوناگونی که انجام میده. من فقط یکیش رو اینجا میگم، داریوش خلاق خط سه زبانه می نویسه، کتیبه بیستون، خط چهار زبانه می نویسه، کتیبه پیکسوداروس در آناتولی. و جالبه که بدونید گروتفند آلمانی در آغاز سده 19 میلادی به کمک سنگ نوشتگی بیستون هست که میتونه تمام خطوط سومری، اکدی، بابلی و دیگر خطوط میخی رو گره‌گشایی کنن. یعنی اگر کتیبه های چهار زبانه و سه زبانه داریوش نبودن، نمیدونم، شاید هرگز بشر نمیتونست خطوط میخی رو رمزگشایی کنه. بعد دست کمی که خیلی زمان میبرد. علاوه بر این داریوش کارهای گسترده دیگه هم انجام داد. من بیشتر میپسندم سخنم رو با خلاقیت داریوش پایان بدم. خیلی ممنون.